آقای وانجاد، تقریبا 7-8 سال پیش فیلم ایستاده در قبار رو داشتیم در جشنواره و حالا امسال موقعیت مهدی. بله، من برای من توفیقی بوده، من هم در خدمت شما هستم. میخوام از تجربه همکاری با جوونا برامون بگین که دستشون رو بگین کار اولی ها. واقعیتش اینه که من این که میگم رزمنده نمیخوام شعار بدم، چون احساسم اینه که الان دیگه باید گفت. ما ها که اون دوره توی جنگ بودیم و بالاخره این شرایط نزدیک دیدیم، خیلی موقع دنبال این بودیم که چجوری میتونیم اون زمان اون دوره رو و اون فرمانده های اون دوره رو بگیم. خب یه دوره ما کار مستند انجام دادیم، کار مستند بازسازی انجام دادیم. بعد که وارد کار داستانی شدم، احساسم این که بچه‌هایی که جوان‌ترن خیلی روح کنجکاوی دارن، به جهت که خودشون هم مثل من دوست دارن دوره رو ببینن یا کشف کنن. یه کشف شهودی اینجا در واقع هست که این کشف باعث میشه که اینا از نزدیک اون دوره رو مثل خود ما لمس کنن، هم فیلم ببینن، هم بخونن، هم رزمنده‌های اون دوره رو ببینن، شاید به بهترین شکل نسبت به شاید دوستان دیگه ای که زحمت کشیدن سالها، اینا یه زاویه جدیدی در واقع اون دوره رو تونستن بگن. شما این کار رو تو آخرین روزای زمستان هم دیدید، آقای مهدویان تو ایستاده در قبار هم دیدید، تو این کار میبینید، در آینده هم خواهید دید. فکر میکنید واکنش مردم چیه به این فیلم؟ چون این کار کاملا با اعتقاد و با دل ساخته شده، احساس کنم آقای جازی پر انصافا این فیلم رو با باورهای خودش ساخته و مثل همین دیالوگ آقا مهدی که میگفت فرمانده اونیه که باید جلو باشه و همه بگه بیا، خودش هم به عنوان یک کارگردان اون شرایط رو درک کرده و فهمیده و همه بچه ها رو با جون دل دنبال خودش برده و این کار رو ساخته و این کار کاری شده که با حس و حال در واقع بچه هایی که با باوراشون این فیلم رو ساختن ساخته شده و مطمئنن این کسایی که دنبال همچی شرایطی هستن امروز خیلی هم زیادن، کارو میبینن و لذت میبرن.